السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در مورد یادگیری یا حفظ بعضی چیزهایی که ما میخوانیم و میبینیم و مشاهده میکنیم و گوش میکنیم، خدمت شما باید ما این عرض بکنم عزیزان، شرط اولی که ما بتانیم حافظه ما قوی شود هی است که از گناهان دوری بکنیم. انسان به مو اندازه‌ای که میبینه، به مو اندازه ای که میشنوه، به مو اندازه ای که صحبت میکنه، بالای یادگیری زی حافظه زی تاثیر مستقیم داره. اگر ما چیزهای را زیاد میبینیم که او حیای چشم ما را، حیای قلب ما را، عفت و نجابت ما را زیر سوال میبره، یا چیزهایی را میشنویم که بالای دماغ ما اثر میکنه و تقوای ما را کم میکنه، یا به چیزهای فکر میکنیم که اونها در مغایر اندوخته های مکتب اسلام است، پس او در حافظه و یادگیری ما تأثیر بسزایی داره. پس میزان یادگیری ما با آلت های مختلف، با تقوای مختلف فرق داره. هر کسی که تقوایش بلند باشه، میزان یادگیری از او هم خیلی بلند میره، و هر کسی که میزان تقوای از او نزول کنه، پایین باشه، پس میزان یادگیری هم دو پایین میره. اگر تقوا باشه در انسان، هر قدری که حیای چشم، حیای گوش، حیای قلب، حیای فکر در یک فرد بیشتر شود، به امو اندازه میزان یادگیری در او بیشتر میشه. ما 10% چیزهایی را که میخوانیم یاد میگیریم، 20% وقتی که او را میشنویم یاد میگیریم، 30% وقتی که میبینیم یاد میگیریم، 50% وقتی که میبینیم و میشنویم، یعنی سمعی و بصری، یاد میگیریم، 70% وقتی که بحث میکنیم یاد میگیریم، 80% وقتی که تجربه میکنیم یاد میگیریم، و 95% وقتی که به دیگران ما یاد میتیم او زیادتر در دماغ ما مینشینه. اما این 95% برای کسی هست که خودش معلم است. پس شما برادر یا خواهر مسلمان ما، اگه این سخنای مرا ببینین، بخونین، تجربه کنین و با دوستانتان رو برسانین، 100% همین سخنایی که برای شما گفتم در دماغ شما می نشینه. این تجربه بکنین، شاید با خود بگین که چقدر جالب است که تمام سخنهای استاد از اول تا آخر در دماغ ما شیشت. پس شما این با تقوا تجربه بکنین، شما این بدون دیدن فیلم ها و سریال های ترکی تجربه بکنین، شما این بدون دیدن خواندن های مزخرف، بدون شنیدن چیزهایی که نباید بشنوین، بدون افکاری که نباید فکر بکنین، این تجربه بکنین، شما ببینید که 95% تمام سخنا در بار اول به حافظه شما می نشینه. پس یکانه رایشی است که انسان تقوا حاصل بکنه و هم از نگاه سمعی و بصری و فکری خدا خیلی خیلی آماده برای فراگیری باشه. انشاءالله که الله با شما هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهرم، بارها چنین مسائل پیش شده و جواب دادیم که این مسائل در اسلام حرام است، حرام است، حرام است. هر ارتباطی که خارج از نکاح باشه، که در اون نکاح نباشه، با نامحرم حرام است و هی حتی تا حد زناست. اگر به سوی چشمانتان به سوی شما نگاه میکنه او زنا میکنه، و اگر شما به او نگاه میکنین او زنا میکنه. اگر ای به شما تلفن میکنه، در تلفن صحبت میکنین، زنا هست، و اگر او صحبت میکنه زنا هست. ای گناه کبیره هست خواهرم، گناه کوچکم نیست و اترام نیست که شما فکر میکنین. ای شیطان است که چیزها را بسیار به انسان شیرین و لذت بخش تجلی میده و این را زرق میکنه شیطان که او ایخ غریب است، ای بیچاره، احساس از ای چطور میشه؟ چرا در حوال باید احساس باید بتادم برای یک دختر، برای بچه؟
چرا امی بچه اگر غریب است در حد غربت خود نمیمانه؟ چرا اگر شما دختر مسلمان هستید در حد مسلمانی تان نمیمانید؟ این حدود الهی هست خواهر ما که شما شکستید و این حدود را خراب کردید و شما تعدی کردید، از این حدود خارج شدید. شما به توبه نصوح ضرورت دارید، یعنی توبه به بازگشت. شما توبه بکنید و از الله سبحانه و تعالی استغفار بطلبید تا الله سبحانه و تعالی شما را ببخشه و فراموش بکنید و اون و این آواز مرا به او پسر هم روان بکنید. اگر تو مرد این نیستی که این خواهر را به عقد خود بیاوری، پس رها کن این گناه را. اگر تو تا این قدر مرد نیستی که صبر کن که فلان بیاد، نه خیر، تا حال نشد، تا حال دروغ بود، تا حال حرام بود، تا حال زنا بود، تا حال تمامش گناه بود. اختلاط نامحرم زنا هست. زنا تنها به مسائل جنسی گفته نمیشه، هر ارتباط حرامی که یک زن را تحریک میکنه، یک مرد را تحریک میکنه، این تمام از این باعث چی میشه؟ باعث نفوذ بعضی از هورمون های خاص در جسم زنان میشه. کو زنان را چی میسازه؟ اونان را مطیع یک مرد میسازن، اونان را ضعیف میسازن، اون زنای بیچاره را تحت کنترل میآورن. پس اگر این مرد نمیتونه شما را به عقد خود در بیاره، اگر میتونه خوب خوب، اگر فامیل قبول کرد خوب، اگر نکرد فراموشش کنید، توبه کنید و از الله سبحانه و تعالی استغفار بطلبید. آیا این برای این پسر ظلم است؟ نه خیر نیست. شما به خود ظلم کردید، اون پسر هم به خود ظلم کرده، هم به شما ظلم کرده. چرا؟ به شما به خاطر ظلم کرده که میدانست که شما در نکای از او نیستید، میدانست که شما بیگانه هستید، اجنبی هستید، میدانست که شما یک زن نامحرم هستید. پس آیا این پسر خوش داره که با مادر ازی یک مرد بیایه و با او اختلاط بکنه؟ آیا این مرد خوش داره که با خواهر ازی یک بچه 4 سال 5 سال ارتباط داشته باشه به این شکل؟ نه خیر. وقتی که در مقابل ناموس خود، در مقابل مادر خود، خواهر خود یک نفر غیرت میکنه، در مقابل دخترای مردم هم باید غیرت بکنه. تمام شما خواهران که هستن ناموس هستن، عزت هستن، شما عفت دارین. پس حد عفت و عزتتان را مراعات بکنید، از الله بترسید، اتقی الله. باز میگویم از الله بترسید، اتقی الله. این دنیا دنیای 5 روزه و 4 روزه است، فانی هست، میره پشت کارش. و این داستان های عشق و عاشقی یک 10 سال 15 سال بعد که بخیر سن شما زیاد شد، باز خنده میکنین که میگه اوه من چقدر به عقل بودم، استاد عارفی راست گفته بود. و لطفا برای این خواهر کلپی که درباره 45 دقیقه درباره عاشقی صحبت کردیم، کلپ هم بفرستید ان شاء الله تعالی.